روزی چون روزهای دیگر، نوشته گابریل گارسیا مارکز. آن دوشنبه ملایم و بیباران زاده شد. دون آور لیو اسکوبار، دندانپزشک تجربی و مرد سحرخیز، در ساعت 6 صبح دفتر کارش را باز کرد. یک جفت دندان مصنوعی که هنوز در قالب گچیش بود از ویترین بیرون آورد و یک مشت ابزار روی میز گذاشت و آنها را به ترتیب قد، مثل اینکه بخواهد نمایشگاهی ترتیب دهد، چید. یک پیراهن بی‌یقه راه که در بالا با یک تکمه طلایی بسته میشد و یک شلوار که بند شلواری نگهش می داشت به تن کرده بود. مردی خشک و استخوانی بود و نگاهش مانند آدمهای کر به ندرت با شرایط تطبیق پیدا می کرد. همین ابزار را روی میز گذاشت. چرخ را تا صندلی راحتی مکانیک جلو برد و خودش روی صندلی نشست تا دندان مصنوعی را صاف کند. ظاهرش نشان می‌داد که بدون تفکر کار می‌کند، اما کارش را با سماجت انجام می‌داد و چرخ را حتی موقعی هم که مورد استفاده قرار نمی‌داد از حرکت باز نمی‌داشت. پس از ساعت 8 مکسی کرد و از پنجره نگاهی به آسمان انداخت. در روی پشت بام خانه مجاور دو لاشخور را دید که غرق در فکر در آفتاب خشک می‌شدند. دوباره به کار پرداخت و در این حال با خود فکر می کرد که قبل از اینکه وقت نهار بشود باران خواهد بارید. صدای خشمالود پسر 11 سالش او را از فکرهایش بیرون کشید که پاپا گفت ها گفت دهدار می پرسد که می توانی دندانش را بکشی؟ گفت بگو که من نیستم. مشغول صاف کردن یک دندان طلا بود. دندان را برداشت، دستش را عقب برد و با چشمهای نیمه بسته نگاهش کرد. پسرش دوباره از اتاق انتظار شروع به فریاد زدن کرد که میگوید تو هستی چون صدایت را میشنود. دندان پزشک به بررسی دندان ادامه داد. سپس آن را با سایر کارهای تمام شده روی میز گذاشت و بالاخره گفت این طور بهتر است. چرخ را دوباره به حرکت در آورد. از جعبه کوچکی که سفارش‌هایش را در آن می‌گذاشت، ابزاری بیرون آورد و به صاف کردن طلا پرداخت. پسرش باز گفت پاپا. گفت ها. هنوز حالت قیافش عوض نشده بود. پسرش ادامه داد می‌گوید اگر دندانش را نکشی تو را با گلوله می‌زند. دندان پزشک بیان که عجله به خرج دهد با آرامش مفرط چرخ را از حرکت باز داشت. آن را از صندلی دور کرد و کشوی میز را که هفتتیرهایش را در آن می‌گذاشت باز کرد. گفت خیلی خوب به او بگو بیاید و مرا با تیر بزند. صندلی راحتی را طوری چرخاند که رویش به طرف در باشد و دستش را روی لبه کشو گذاشت. دهدار در آستانه در آشکار شد. طرف چپ صورتش اصلاح کرده و مرتب بود، اما طرف دیگر ورم کرده و دردناک بود و ریشی اقلن 5 روزه داشت. دندان پزشک در چشمهای بیحالت و خسته او شبهای نومیدی بسیاری را تشخیص داد. با سرانگشتها کشو را بست و با مهربانی گفت بنشینید. دهدار گفت سلام. دندان پزشک جواب داد سلام. هنگامی که مشغول جوشاندن ابزارش بود، دهدار سرش را روی پشتی صندلی گذاشت و احساس کرد که حالش بهتر شده است. بویی که فرو می داد سرد بود. اتاق کار فقیرانه‌ای بود. یک صندلی چوبی کهنه، چرخ پدالی و در یک ویترین ظرف‌های بدلی چینی. در مقابل صندلی یک پنجره و پرده‌ای پارچه‌ای به اندازه قد انسان دیده می‌شد. راهدار وقتی احساس کرد که دندان پزشک نزدیک می‌شود، پاشنه‌هایش را به هم فشرد و دهانش را باز کرد.
دون آوره لیو اسکوبار سر دهدار را به طرف روشنایی چرخاند. دندان خراب را نگاه کرد و انگشت‌ها را با فشار محتاطانه‌ای روی فک گذاشت و گفت: نمی‌توانم بی‌حس کنم. دهدار گفت: چرا؟ گفت: چون آبسه کرده. دهدار مستقیم به چشمای او نگاه کرد و گفت: ایرادی ندارد. و کوشید که لبخند بزند. دندان پزشک مثل سنگ بی حالت ماند. ظرف آب جوشی را که ابزارش در آن بود روی میز گذاشت و به کمک پنس سردی آنها را بیرون آورد و تمام این کار را هم باز بی شتاب انجام داد. پس از آن ظرف آب دهان را با نوک پا جلو آورد و رفت و دستهایش را در لگن شست و تمام این کار را بی آن که به دهدار نگاه کند انجام داد. دهدار چشم از او بر نمی داشت. دندان خراب، دندان عقلی در فک پایین بود. دندان پزشک دو پایش را از هم باز کرد. دندان را که هنوز داغ بود فشرد و دهدار به دسته های صندلی چنگ انداخت و با تمام قدرت روی پاهایش تکیه کرد. خلعی سرد در ستون فقراتش احساس کرد، اما آهی هم نکشید. دندان پزشک فقط دسته را تکان داد بدون بغض و کینه و بیشتر با محبتی تلخ به او گفت: صدفان، اینجا تقاص 20 از مرده های من را پس می دهی. دهدار سرای قرچ شکستن استخوانی را در فکش حس کرد و چشمهایش پر از اشک شد، اما آهی هم نکشید تا وقتی که احساس کرد دندان بیرون کشیده شده است. آن وقت از میان پرده اشک آن را دید. دندان به قدری با دردش بیگانه می نمود که او نمی توانست 5 شب عذاب و شکنجه گذشتهش را درک کند. خم شد روی ظرف. آب دهان، عرق ریزان و نفس زنان تکمه های نیمتنی نظامیش را باز کرد و کورمال کورمال در جیب شلوار به دنبال دستمالش گشت. دندان پزشک پارچه تمیزی به سویش پیش برد و گفت: اشکایتان را پاک کنید. دهدار هم همین کار را کرد. می لرزید. هنگامی که دندان پزشک دستهایش را می شست، دهدار سقف شکاف برداشته و پر از تخم حشرات را دید. دندان پزشک به سوی او آمد و ضمن آن که دستهایش را خشک می کرد گفت: بروید و استراحت کنید و آب نمک به دهان بگیرید. دهدار برخاست. به عنوان خداحافظی سلام نظامی سردی داد و بی آن که تکمه های نیمتنش را ببندد با قدم های بلند به طرف در رفت و گفت: صورت حسابم را برایم بفرستید. گفت: برای شما یا برای دهداری؟ دهدار به او نگاه نکرد، اما وقتی در را میبست از پشت شبکه گفت: فرقی نمی کند. خب دوستان، این بود داستان روزی چون روزهای دیگر، نوشته گابریل گارسیا مارکز. بسیار متشکریم از اینکه کانال خودتون رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و لطفاً حتما ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفاً اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.